وحشت از شعله کشیدن قیام باعث شده که بحث‌های مربوط به قیام همچنان در رژیم داغ باشه. یکی از اصطلاحات رایج در این بحث‌ها ناامیدی مردمه. هر دو باند از ناامیدی مردم از نظام صحبت میکنن و سعی میکنن اون رو به اصطلاح خودشون علت‌یابی بکنن یا برای برطرف کردن اون پیشنهاد و راه حل میدن. اما اونچه که اونها از اون به عنوان ناامیدی مردم یاد میکنن در واقع اذعان به خشم و کین آشتی ناپذیری مردم از نظام و عزم جزم مردم برای سرنگونی نظامه. گزیده‌ای از این گونه اظهارات و مطالب سردمداران و مهرهای رژیم رو با هم میبینیم و میشنویم. باید باور کنیم ضربه به دولت ضربه به نظامه. اگر کسی فکر میکنه تضعیف کنیم دولت را تا نظام تقویت شود، این از اون حرفهای عجیب غریب هست. بعضی ها فکر میکنن اگر دولت تضعیف شد نهادهای دیگه تقویت میشن. نه، اینجوری نیست. این یک واقعیته، این یک کشتی هست که توش نشستیم. اگر شما بخشی از کشتی رو تخریب کردید، همه کشتی با هم غرق میشه. پاسدار علی لاریجانی، 16 اسفند. روند پمپاژ ناامیدی به کشور طبیعی نیست. به طور طبیعی کشور با مشکل‌های داخلی و خارجی گوناگونی مواجه است، اما باید مراقب بود مسائل حاشیه‌ای جای مسائل اصلی را نگیرد. لازم است سیاستمداران با پرهیز از اختلاف‌ها فضای کشور را آرام کنند. نباید اجازه داد مسائل حاشیه‌ای ذهن ما را از کارهای اصلی دور نگاه دارد. همچنین نباید اجازه داد ناامیدی و یأس وارد فضای جامعه شود. سایت حکومتی خبر آنلاین، 16 اسفند. اشرف بروجردی. بحث ناامیدی جامعه و نگرانی‌هایی که مردم نسبت به سرنوشت خود دارند به دلیل رویکردهای سیاسی موجود است. مباحثاتی که بین سه قوه در می‌گیرد بهتر است در پستوها مطرح شود و در انظار عموم قرار نگیرد تا منجر به ناامیدی آنان از وضعیت موجود نشود. خبرگزاری سپاه پاسداران، 16 اسفند. دومینوی ترس و امید. ناامیدی امروز جامعه نسبت به دولت میوه ترسی است که دولت با آن امید کاذب ایجاد کرده است. ساختن دوگانه دولت حاکمیت یا دولت با تفنگ دولت بی تفنگ شاید در پیشی گرفتن چنین رویه‌ای موجبات آن را فراهم آورد تا باز هم دولت برای مدت زمان کوتاه از پاسخگویی فرار کند، اما قطعا در بلند مدت موجی از نارضایتی و بی‌اعتباری اجتماعی بیشتر را به کشور تحمیل خواهد کرد. صلاح ملک و مملکت آن است که با نام و امید بیش از این ناامیدی را فربه نکرد. حقیقت پور، عضو مجلس ارتجاع، 16 اسفند. افراد بریده از مقاومت و انقلاب را ریکاوری کنیم. امروز شاهدیم که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدالی نسبت به پیامدهای تبلیغ ناامیدی در جامعه هشدار می‌دهند. من معتقدم ناامیدها آدم‌های بریده و خسته از مقاومت هستند که در همه جناح‌ها می‌توان آنها را یافت. وقتی بررسی می‌شود، می‌بینیم بریده‌ها به لحاظ اعتقادی و سیاسی کم آوردند. در مجموع یک عده ناخواسته و یک عده خواسته ناامید شدند. ناخواسته‌ها را می‌توان زودتر برگردان و با آنها آموزش داد، اما کسانی که خواسته ترویج ناامیدی می‌کنند، برگرداندن آنها زمان بر است. خبرگزاری حکومتی ایرنا، 16 اسفند، مهدی فرقانی. جامعه افسرده و ناامید نمیتواند به سمت توسعه پیش برود و هیچگاه یک جامعه غمگین مشارکت نمی کند، بلکه افراد بیشتر تمایل به انزوای اجتماعی پیدا می کنند و در نتیجه بسیاری از اتفاقات مثبت زیر پوست شهر می رود و تخریب می شود. مشکلات اجتماعی و اقتصادی از جمله بیکاری، طلاق، نبود تفریحات سالم و شادی آفرین، یأس و ناامیدی اجتماعی واقعیاتی است که در جامعه وجود دارد. حال در این شرایط اگر روزنه‌های شادی محدود هم در جامعه کور شود، بالاخره این نیاز در جایی طغیان می‌کند و آثار مخرب خود را بر جای می‌گذارد. سایت حکومتی رویداد 24، 16 اسفند. برای برون رفت از ناامیدی و در جهت احیای بالهای هویتی‌مان باید تلاش کنیم.
جدا از بارهای مذهبی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم، اما در جامعه آن را نمی‌بینیم، بال دیگر ما هویت ایرانی بودن ماست.